سلام به شما عزیزان، بریم برای بررسی آزمون قلمچی هفته فروردین 1401 پایه 12 و به صورت تحلیلی. خب میریم برای سوالات ترجمه ای. در بخش ترجمه من همیشه گفتم دیگه مخففی رو ایجاد کردیم با عنوان فزج من تو یاری و یاور من، یعنی فعل ها، ضمیرها، کلمات که جمع هستن، معرفه ها و نکره ها، اینها شاکلیت های اصلی در بخش ترجمه است. البته موارد دیگری هم بر اساس موضوع طبقه بندی شده مطرح هستش. خب بریم ببینیم که اینجا چگونه هستش. میریم برای فعلامون قالت رو داریم، اعراب رو داریم به عنوان یک کلمه جمع، آمنا رو داریم، قول رو داریم، لم تؤمنو رو داریم، قولو رو داریم و اسلمنا رو داریم. اینا فعلامونن در این جمله. در گزینه یک میگه اعراب گفتن، خب میتونه ایرادی براش نباشه، اینو میپذیریم. در اینجا هم بادنشینان گفتن، باز اعراب به لحاظ وجه تسمیه به معنای بادیه نشینان هستن. اما در گزینه سه میگه به بادیه نشینان، خب این گزینه هست شد چون اعراب جایگاه فاعلی رو داره دیگه، از متمم به استفاده نمی کنه. و در گزینه چهار هم که اعراب گفتن، این بخش هم پذیرفته میشه، یک گزینه رو حذف کردیم. آمنا یک فعل ماضی هست، اما در گزینه یک میگوید ایمان می آوریم، خب این هم رفت کنار. من گزینه دو و چهار، بریم برای بررسی گزینه دو و چهار. گزینه دو میگه بادیه نشینان گفتن ایمان آوردیم، ایمان آوردیم، کاملا درسته. آمنا، قول بگو، لم تؤمن، ماضی منفی است، لم با مضارع که میاد در ترجمه ماضی منفی ساده یا نقلی. میآوریم ایمان نیاورده اید، درست است. بگویید برای قولو درسته. اسلمنا فعل ماضی، صیغه متکلم ملغه، صیغه 14 اسلام آوردیم. تمام. گزینه دو رو انتخابش میکنیم. گزینه دو انتخاب شد. اما بریم ببینیم در گزینه 4 چه اتفاقی افتاده که ما نمیتوانیم انتخابش کنیم. ایمان آوردیم رو میپذیریم، بگو رو میپذیریم، ایمان نیاوردید پذیرفته میشه، بگویید درست است. به اسلام روی آورید، این معنای اسلمنا نیست، گفتیم ماضی صیغه آخر هستش و این درست نیست، این هم حذف شد. خب موارد کلیدی که به ما کمک کرد، یکی آمنا بود، ماضی متکلم ملغیر، و عرض بزرگتون که دیگر اومد اینجا اسلمنا که مازیس بازم متکلم ملغیر. اینها به ما کمک کردن به صورت ویژه که گزینمون رو انتخاب بکنیم. بریم برای تست بعدی. باز فعلایی که داریم شجعت هست، کلماتی که جمع اومدن افتلیمزاد هست، یحبب نه به امان فعل، الاعمال حسنه به امان موصوف و صفت، یقوم نه به امان فعل مزاره، این بها ضمیری که اومده ضمیر مهم هستن، حتی یستمره به امان یه فعل مزاره که حتی ناسبه بسرش در اومده به صورت مزاره التزامی ترجمه میشه، و سلوک، سلوکهون نه، مخصوصا سلوک، این حرکتش رو حتما بهش دقت داشته باشین که سلوکو هست، یعنی جایگاه فاعلی داده و بنابراین باید همون جایگاه هم در ترجمه دیده شود. در گزینه سه گفته است رفتارهای خود را، این هم رفتارهای خود را، این دو گزینه غلط هستن، یعنی به صورت مفعولی سلوک رو ترجمه کرده. میماند گزینه یک و دو. بریم ببینیم در یک و دو چه اتفاقی افتاده. به ترتیب میریم، معلم بله، آموزگار بله، شاگردانی دانش آموزانی، را تشویق کرد که کارهای نیک را دوست داشتند، که البته اینجا میتوانست
به صورت ماضی استمراری ترجمه کنه بهتر بود. دوست می‌داشتند و خوبی ها را برپا داشتند. خب اینجا دیگه ما این واژه اضافی هست برای این کلمه بها، غلط هست و اضافه آورده است. بریم برای گزینه دو که مستقیما همون کلمه رو معنا کرده است. خب کارهای نیک درسته، دوست داشتن برای این و میپرداختن برای یقمنه، بها به آن، به آن مستقیما بها به آن آورده شده است و همینطور دیگه تشویق کرد برای شجاعت تا رفتارشان ادامه پیدا کند. به صورت مضارع التزامی ترجمه شده و درست. خب گزینه‌مون پس انتخاب شد، گزینه دو رو ملاک قرار میدیم، گزینه یکمون هم باز هست شد. اما مواردی که به ما کمک کرد، یکی المعلمت هست که جایگاه فاعلی داره، یکی بها بود، بها یعنی به آن، که اصلا مستقیما همین خودش در گزینه دو بیشتر نیامده، بها رو فقط شما در همون گزینه میبینید، و یکی هم بحث سلوک بود، سلوک جایگاه فاعلی رو داره، جایگاه فاعل رو داره و باید به صورت فاعلی هم ترجمه بشود. اینم از این گزینه. خب بریم برای مورد بعدی، باز فعلامون کنتو اسمعو، ماضی استمراری، ملا متن کثیرتن به عنوان موصوف صفت و همچنین کلمه مفرد و این کلمات معتقدن، تحملها معتقدن و لم یره به عنوان یه فعل ماضی منفی در ترجمه فارسی به کار برده میشه. خب کنت اسمع و ماضی استمراری، ببینیم کدوم گزینه این رو ندارد. میشینیدم درست هست، شینی بودم غلطه، این سایر موارد درست هستش. میشینیدم اینها درستن، اما گزینه دو هست شد. خب ملامت به ایمان یک کلمه مفرد هست و برابر این اینجا میگه ملامت ها، این گزینه هم میره کنار، میماند گزینه سه و چهار. گزینه سه میگه سرزنش بسیاری میشنیدم و همینطور یک به یک بریم ببینیم چگونه است. سرزنش بسیاری، ملامت بسیاری میشنیدم، اما من آن را با اعتقاد به اینکه انسان سربرسی کنیم، من آن را تحمل میکردم. بعد ماضی استمراری، اثرگذاری این کنتو، این کلمه روی این اثر گذاشته و اون رو به صورت ماضی استمراری ترجمه میکنیم و اعتقاد داشتن. خب اینجا و اعتقاد داشتن این کلمه غلط هستش و ما اصلا واوی نداریم. اتحمل ها معتقدن یعنی به صورت حال آمده است، جایگاه حال رو داره و این واو هم یه واو زائد است. کلمات به همان شکل و ترتیبی که آمدن زیاد و کم کردن میشه، مراقب باشیم. اما اینجا در گزینه بعدی با اعتقاد که به صورت حال این رو ترجمه کرده، حال هست و اینجا هم همینطور بیجیری حال رو داره، در اینجا رعایت کرده. پس گزینه چهار رو انتخابش میکنیم و ببینیم کلمه دیگری هم داریم که انسان عشقی را بدون سرزنش نمیبیند. بعد اینجا هم باز یه غلط دیگه داریم، لمگره فعل به اصطلاح ماضی منفی ترجمه می شود، یعنی اینجا این رو درست ترجمه کرده است. پس موارد انتخابی ما، یکی خود کنتو اسمعو هست، ماضی استمراری با ترجمه بشود، یکی ملامت هست، مفرد به زجر من، مفرد جمع بودن کلمات هست،
یکی بحث معتقدن هست که حاله و یکی هم بحث فعل لم یره هست که ماضی منفی به صورت ساده یا نقلی ترجمه می شود که گزینه 4 رو انتخابش کردیم. بریم برای مورد بعدی کلماتی که داریم باز. خب متفرجونه که جمع هستش، مستطاعو فعل ماضی منفی هست، ان یلقو به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود، اساتذه که جمع هست، طلاب جمع هست، لغت العربیه موصوف صفت هست، لم یحصلو این هم ماضی منفی هست. بریم ببینیم چگونه است. گزینه 1، البته فارغ التحصیلان رو ما اینجا داریم دیگه که کلمش اومده، فارغ التحصیلانی که نتوانستند، مستطاعوا نتوانستند، نتوانستند، اما در این دو مورد نمیتوانند، قادر نبودند، این دو مورد رفتن کنار. 1 و 2 باقی ماند که نتوانستند نزد اساتید و دانشجویان به زبان عربی سخنرانی کنند، به مدرک هایشان دست نیافتند. همین گزینه 1 گزینه انتخابی هست، اما ببینیم در گزینه 2 که باقی مانده بود چه اتفاقی افتاده است که نمیتوانیم بپذیریم. دست نمیافتند. لم یحصلو ماضی منفی یا نقلی که اینجا ماضی استمراری منفی ترجمه کرده است. خب موارد ما چیا شدن؟ یکی نستطاعو ماضی منفی و لم یحصلو بازم ماضی منفی که به صورت ساده یا نقلی می توانیم بیاوریم که این کار انجام نگرفته است. گزینه 1 رو انتخابش کردیم. بریم برای مورد بعدی. خب توبا رو که داریم در اینجا دیگه، خودش معناشو کرده، خوش به حال این که داریم. بریم ببینیم که کلماتی که میتونن به ما کمک کنن چیا میتوانن باشن. یعود نفسه مواظب این حرکت باشی، میگه نفسه یعنی جایگاه مفعولی رو داره گرفته است و یه موقع به صورت فاعلی ترجمه نکرده باشه. خب عن الغضب و فی حیاتهی قد عمرنا و همچنین تعالیم الدینیه این هم میتواند مد نظر باشد با تجربه نایی که در اینجا آمده است. خب بریم ببینیم چگونه است. گزینه 1 خوش به حال کسی که خودش به نفسه، گفتیم که جایگاه فاعلی داره و این غلط هستش، جایگاه مفعولی نفسه مفعولی است و به این شکل ترجمه نمی شود. این در زندگیش به بردباری آدم خود را این از این حذف شد. خب گزینه 2 کسی که خیشتن را به بردباری عادت میدهد برای این یعودو درست است و در زندگیش حیاتیهی اینو پاکش کنیم یا با این رنگ مشخصش کنیم، در زندگیش اینم درسته، از خشم دور می شود، این هم برای یبتعدو عنیل غضب، همان گونه که در آموزه های دینی من این هم درست است، بدان امر شدیم، این هم درست است. پس به نظر می رسد گزینه 2 ما ایرادی دیگه برش نیست. بریم برای گزینه 3 و 4. آنکه خود را به صبوری عادت می دهد در زندگیش از خشم دور می شود، همان گونه که در تعلیمات دینی خود ما این باز در اینجا
قرمزش کنیم اینجا. این ما دقیقاً وسوسه به تعالیم و باید در همون جایگاه خودشم ترجمه بشه. تعالیم موصوف است، دینی صفت، نامش مضافون الی، یعنی تعالیم دینی ما. خب اینم غلط هستش، امر فرمودن هم غلط هستش، دستور داده شده است هم غلط است. برای امرنا، امرناس مجهول است، صيغه متکلم ملغی. خب پس گزینمون انتخاب شد، گزینه دو، مواردی که به ما کمک میکنه، یکی نفسه هست، مفعول، بعد قد امرنا ماضی مجهول متکلم ملغیر که وضعیت رو مشخص کرد و همون گزینه دو انتخاب شد. و یکی هم تعالی مند دینیه که اینا باید به ما کمک بکنه در ترجمه. موصوف هست، مضاف الی هست، اینجا هم که صفت هست که وقتی به فارسی برمیگردونیم موصوف صفت مضاف الی این ترتیب رو خواهد داشت. خب اینم از این. بریم برای شماره بعدی، تعیین کنید خطا رو. خب در گزینه یک ببینیم مواردی که داریم. آیا خدا و آنچه مردم در دلهایشان پنهان میکنند بی قلوب هم لیس الله اعلمو، همه موارد رو اینجا کامل داره، یعنی مشکلی ما نداریم. این درسته. اختی، خواهرم، بله اینا همه موارد درسته. میتوانی، تستطعین، ان، تشحنی، شارژ کنی، جوال، تلفن همراه و از طریق اینترنت، همش اینم هم درسته. اینو البته با رنگ های دیگری انجام بدیم. اینم درست است. و مورد بعدی هم کانت رو داریم و تزداد رو که به صورت ماضی استمراری و همچنین تتغیر و اصوات و السنت هم. اینا همه مواردی است که در اینجا هم فارسی عربی افزایش میافت و تغییر میکرد، ماضی استمراری رعایت شده. اما در مورد پنج عالمون رو داریم، عالم. خب اما اومده اینجا یک آنی رو تو ترجمه اضافه کرده، اسم اشاره‌ای نداریم که بخواد از اون استفاده کنه و همین گزینه چهار گزینه خطا هستش. و آن زائد اضافیست. خب این هم وضعیتش مشخص شد و باز هم خطا رو میخواد. بله هاولائه بعد از اسم اشاره اسم نکره اومده، بنابراین هاولائه میشه مبتدا، مضارع اونه میشه خبر، به همین شکل با ترجمه بشه. اینها کشاورزانی هستن که اسم اشارهمون تابع اون اسم بعد از خودش ترجمه خواهد شد و این هم درست هستش. و تمام مواردش ایرادی برش نیست. و بعدی این دو جمله در حقیقت جاشون رو با هم عوض میکنن، این دوتا میرن جاشون رو با هم عوض میکنن و میشه تا محصولاتشون رو از حیواناتی که به طرف آنها میرون نگهداری کنن. این هم اگر عوض بشود لام میشه لام ناصبه، از واژه تا استفاده میکنن. در گزینه بعدی هم لعنه، برای اینکه این درخت تمام مواردش باز در اینجا هم درست هست، همه موارد در اینجا رعایت شده است. اما میریم برای گزینه چهار که یک کلمه ای رو داریم و اونم زیوت هست.
زیود به صورت جمع اومده، جمع، اما در اینجا مفرد ترجمه شده است. پس برای این گزینه چهار ما گزینه خطا هست. زیود جمع هست ولی در اینجا به صورت مفرد تو ترجمه بیان شده. خب این هم خطا شد و بریم برای مورد بعدی که گفته است مردم ابری سیاه. زمینی که موصوف صفت رو داریم در اینجا به صورت نکره هم باید ترجمه بشود. خب اگر موضوع نکره‌ای هستش پس گزینه چهارمون اینها میرن کنار. ببینیم گزینات دیگر هم این شکست؟ نه، این گزینه رفت کنار. و اما بارانی شدید باز موصوف صفت هستن، پس در اینجا هم به شده باز از حالت صفتی برای مطر خارج میشه، این هم میره کنار. میمونه گزینه یک و سه. خب یک و سه مواردی که داریم اینجا برای ابری سیاه بارانی شدید، اینجا هم ابری سیاه بارانی شدید این رو رعایت کرده. دو ساعت، ساعتین. خب اگه برنامه باشه چیز کنه یک عددی هم میاد دیگه، ساعتین، سنتین این رو داریم ما. حالا ببینیم دنبالش چی شده است. خب لاحظو هم که ایرادی برش نیست، این هم درست است برای گزینه سه. ثم اصبحت، سپس زمین از ماهی ها پوشیده شد. پوشیده شد به صورت فعل ماضی اصبحت مفروشت به اسباب، ولی و ما در اینجا یه تصبه ها پوشیده می شود، این هم غلط شد و گزینه پس سه ما انتخاب می شود. گزینه سه گزینه صحیح هستش. موارد ابری سیاه و بارانی شدید موضوع موصوف و صفت هست و به علاوه نکره بودن، نکره بودن هم براش مطرح هستش. یکی هم پوشیده شد ماضی، به صورت ماضی باید بیان بشه که گزینه سه رو انتخابش کردیم. این رو از این. بریم برای متنمون. خب ببینیم شاکله یا اون متن مورد اصلیش چه چیزی هستش. سریع من یه ترجمه ای رو انجام میدم و اون بخشی رو که لازم هست برای اینکه کمک کنه برای تستایی که در یابته هستش. میگه هر یک از ما میخواد که متمایز و متفاوت باشه بین مردم. تعدادی از صفات و راههایی که قرار میده شخص متمایز در مقابل دیگران وجود داره. شخص متمایز مواجه میشه با سختی ها بدون اینکه اجازه بده به اونا که تضعیف بکنه عزم و اراده اون رو. بسیاری از کسانی که موفق شدن خیلی وقتا شکست خوردن برای یک بار که حداقل این اتفاق افتاده در تلاششون برای رسیدن به هدف. و شخص هنگام تلاشش برای متفاوت شدن به تجربه اشیا و امور جدیدی که هیچ شباهتی به اموری که انجام میده به صورت عادی نیست، زیرا تجربه های جدید یارانش رو ماهر مهارت های جدیدی و یک نگاه دیگری رو به جهان از نگاه متفاوت دیگر رو به وجود می آورد و شخص تشخیص میده، به اصطلاح تشخیص داده میشه در بین مردم تفاوتش هنگامی که مخترع باشه یا مبتکر باشه. به عنوان مثال ممکنه شخص مخترع راه حل ها و افکار جدید متفاوت از راه حل هایی که مردم دیگه به صورت عادی با اونها از اونها استفاده میکنن برای حل مشکلاتشون این تفاوت رو داشته باشه. به علاوه این که ممکنه این که شخص متمایز هنگامی که تقدیم میکنه، کمک میکنه به دیگران یا انجام میده یک کاری رو که
به خاطر شخص دیگری اون رو دوست نداره. خب این کل مجموعه این متن هستش. در گزینه 9 در تست 9 میگه تعیین کنید صحیح رو. در گزینه 1 میگه که کسی که شکست میخوره یک مرتبه نخواهد توانست که متمایز بشه، متفاوت بشه. این غلطه. گزینه 2 کمک دیگران در زندگی باعث تمایز شخص در بین مردم خواهد شد، که این گزینه 2 رو انتخابش میکنه. این مطلوب تر هستش. و سه میگه وقتی یک شخص مبدع و مخترع و مبتکر باشد مواجه نمیشود با مشکلات سخت در زندگیش. این هم غلط هستش. دلیل اساسی در موفقیت انسان اینه که به کار میبره افکار تکراری رو. این هم زیاد مناسب نیست. و شماره ده میگه برای چه تاکید میکنه متن به تجربه امور جدید، زیرا این تجربه شباهت نیست با آنچه که انجام میدیم به صورت عادی. این غلط هستش. تجارب جدید گسترش میدهد دیدگاه ما رو برای امور مختلفی، این میتواند مناسب تر باشد. در این گزینه 2 رو انتخابش میکنیم که مناسب تر هستش و داشتیم دیگه. و سه هم میگه این تجربه کمک میکنه شخص رو بیشتر از هر چیزی، این تجربه است که کمک میکنه. و تجارب جدید هم به دست نمیاد مگر با سعی و تلاش. خب اینها مواردی نبود که مستقیما در متن بخواد بهش بپردازه. مورد بعدی، عنوان مناسب برای متن. اولی گفته که چگونه شد شخص متمایز، چگونه شد. این میتونه تیتر مناسبی باشه برای که چون کل داستان برای همین شخص متفاوت و متمایز بود. همین گزینه 1 میتواند گزینه مناسبی باشه. چه چیزی قرار میدهد ما رو قوی تر در مقابل دیگران؟ هر لحظه از زندگی تجربه است که تکرار نمیشود. راه برای رسیدن به راه حل های جدید برای مسائل، راهی است برای رسیدن به راه حل های جدید برای مسائل. این نمیتونه تیتر کامل باشه، بلکه همون یک که اصلا بحث متمایز شاکلید جمله بود. اما مساعده ایراب تعلیم صرفیش میخواد، متعاد در این تست، در این آزمون قلمچی صحیح رو میخواد. تو آزمون قبلی غلط رو میخواستیم، در کنکورم تو این سالهای قبل خطا رو میخواست، اما در اینجا موضوع صحیح رو مطرح کرده. خب مساعده بر وزن مفاعله، از باب مفاعلت هستش. مصدر اینجا مشخص میکنیم باب مفاعلت، تکلیفش معین شد. خب بریم ببینیم گزینه ها. یک اسم، مصدر، بله حروف هستش. سعاده درسته، معرفه بله هم درست است، اما مفعول برای فعل یقدمه. بریم ببینیم مفعول است یا خیر. خب اگر نگاه کنید در اینجا، بله مساعده مفعول نیست بلکه مضاف الی هستش. یاد المساعدت، و این پس غلط هستش. این گزینه گزینه خطا هستش. این رو خط بزنیم. مورد بعدی هم که مفعول گرفته است باز خطا هست. این دوتا میرن کنار. بریم برای 2 و 3. مفرد مؤنث میپذیریم و اسم فاعل غلط هستش. در اینجا مساعده مفاعل مصدر هستش. این هم میره کنار. گزینه 3 هرچی گفته است صحیح هستش. مفرد مصدر از باب مفاعلت. برشی حرف اضافی داریم؟ بله. برای حروف زائد در باب های ثلاثی مضی سراغ مازیش میریم. میگه فاعله، الفش اضافی هستش. مضاف الیه هم که دیدید بود و مضافمون هم اون کلمه که بهش اضافه شده یت هست. گزینه 3 رو انتخابش میکنه. بریم برای مورد بعدی. تو ضعفو گفته است که فعل، بله معنی اون دلالت در ماضی استمراری. باز باید برگردیم ببینیم که چه عاملی بر سرش اومده که آیا این گونه است. نه، این هم اگر نگاه کنید ان اومده. ان که اومده، این به صورت مضارع التزامی ترجمه میشه. از من بهش دقت داشته باشید که مفعول هست. از من مفعول خواهد بود. خب برگردیم ببینیم که چگونه هستش. خب
پس گزینه یک ما که گفته ماضی استمراری خط میخوره و دیگه کاری نداریم، گزینمون هست شد. گزینه دو فعل مضارع میپذیریم، ماضیش ضعف میپذیریم، اسم فاعلش ضعیف. خب اینها دیگه غلط هستش. و مورد سه مضارع مفرد مؤنث بله براش سه حرف اصلی ضعفه، یه حرف اضافی داره، باز چون تو باب تفعیل رفته به ماضیش برمیگردیم. ضعفه عینش تکرار شده است، یک حرف اضافی بیشتر نداره، فعل فاعلش هم عزم گرفته است. همین گزینه سه هرچی گفته است صحیح است، همین رو میپذیریم گزینه سه. اما در چهار ببینیم که خطا چی داره، که این رو هم گفته که مفعولش میشه عزم و این غلط هستش. اجازه بدید که این دوتا رو باز یه بررسی بکنیم، من برگردم ببینم عزم چه نقشی داشت. عزم فکر کنم مفعولش بود، عزم مفعوله بله. پس ما باید برگردیم و اینجا این مسئله رو اصلاحش کنیم، یا این رو پاکش میکنیم. و این که گفته از فاعل غلط هستش و این مورد بعدی که مفعول گفته است صحیح هستش. معادل مضارع التزامی در معناست، یعنی مفرد معناست معلوم، فعل و فاعل مفعولش هم عزم میشه. پس گزینه چهار رو باید در حقیقت انتخابش بکنیم. خب اینم از این، بریم برای مورد بعدی. تعیین کنید خطا رو در ضبط حرکات حروف. قبلا اشاره کردیم در ضبط حرکات حروف وزنهای قیاسی مهم هستند، یعنی بابهای ثلاثی مزید معلوم و ساختار مجهولی، ساختار اسم فاعل و مفعول و سایر مواردی که نون مثنا، نون جمع مذکر سالم، اینا میتوانن مهم باشن. خب در گزینه ها موارد رو که بررسی میکنیم، خب اخلاق درست است، جاهل بر وزن معارضه مفاعله، موضوع درست است، یفتشو یفعلو، تلامیز موجه یساعدو نصوص، اینا همه درست است. اما در مورد سه یکی آخرینه که باید بشه آخرینه غلط هستش، یکم احبو که اینه باید بشه چون اسم تفصیل هستش، این هم غلط هستش، این اسم تفصیله باید بشه احب، و اینم آخرینه که باید بشه آخرینه آخرینه، این هم غلط هستش. پس گزینه سه رو به عنوان گزینه خطا در نظر بگیرید. مورد بعدی تعیین کنید خطا رو برای مفردات. خب مواردی که داریم این طرف این کلماتن، خب اما اون طرف برای مر انسان رو گرفته که همونه، مرد من انسانه، مخبو یعنی پوشیده پنهان که اینم درست است. برای بعدی اختی رو جمعش رو اخوت گرفته است که این غلطه، اخوت برای مفردش میشه مفردش اخ هست، یعنی جمع مکسر برای اخ هست. اگه بخوایم برای اختی در نظر بگیریم، اخت میشه اخوات، اخوات. این کار رو نکرده، پس همین گزینه دو گزینه خطا هستش. سایر مواردش دیگه درسته، اساور، سوار درسته، اینم وکنه درست هست، اینم مفردش ظلمه، زده یغلقو یفتهو باز میشود، یغلقو یفتهو، اقرب هم ابعد، اینا همه درست هست. خب اینم از این، بریم برای مورد بعدی. تعیین کنه عباراتی که در اون نون وقایع و صفت با هم اومدن. خب در گزینه یک که ما نون وقایع نداریم، صفت هم نداریم. مورد بعدی یبنی که خب از خودش هست، یعنی بنایه، نون وقایع نیست، چون نون وقایع یک نون زائده هستش. اما جبال المرتفعه رو داریم، موصوف صفت اومده.
صفت رو داریم ولی نون وقایع رو نداریم. در شماره بعدی ساعدونی، ساعد، ساعدونی بله درسته. در مورد سه شما اینجا نون وقایع رو دارید، نون وقایع اومده اما صفت نداریم. اما در گزینه چهار هم ارحمنی هم اجعلنی اینا نون وقایع هستند. و از اون طرفم خالده صفت هستش، این هم صفت هست. پس گزینه چهارمون هر دو مورد رو دارد. خب اینم از این. مورد بعدی تعیین کن اسم مبالغتی که مفعول هم باشد. اول اونایی که مبالغتن رو مشخص کنیم، جمال، طیار، علامه. خب حالا گفته اینا نقش مفعولی هم داشته باشن. خب در گزینه یک جوال هنگام که فرود آمد پدرم از هواپیما گرفت موبایل من رو. خب همین جالب مفعولی هم دارد، همین گزینه یک رو انتخابش میکنیم. اما دواب این کلمه اولا که بر وزن فعال نیست، ضمنی که مفردش میشه داب و دواب جمع هست، جمع مکسره. دواب مفردش هم میشه داب و این مبالغت نیست. گزینه دو حذف شد. گزینه سه تیار رو داریم اما نقش مفعول رو نداره. تیار در حقیقت اگر بخوایم در نظر بگیریم این زالکه میشه مفعول، این مفعوله. این حالا نامش رو میذارن صفت تیار، اونچه که بعد اسم اشاره میاد معرفه بعد هستش. اگر جامد باشه بهش عطف بیان میگن، اگر مشتق باشه بهش صفت میگن که جاگاه صفتی پیدا کرد. حالا سیاست شما باردی موضوع نشید، ذالک مفعول است. تیار به اصطلاح تابع ذالک خواهد بود و نقش مفعولی رو نخواهد داشت. اینم از این. و علامه هم که جایگاه فاعلی رو دارد، اینم که فاعل هست، مخاطب قرار داد آنها را علامه. خیلی خوب، اینم از این. بریم برای مورد بعدی. تعیین کنید منی که شرطیه باشد. خب من شرطیه ابتدای جمله میاد، پس در گزینه یک کلا میذاریم کنار، این رفت کنار. اما این موارد دیگر من ابتدای جمله اومده، این رو میتونیم بپذیریم ولی باید اثرگذار باشد. خب در اینجا اثرگذار نبوده چون ادات شرط مجزوم میکنه خیلی رو، این که نیست. و در اینجا هم باز باید اثرگذار باشد که نبوده است، چون وقتی من بر سر یستتی او در میاد اون یای که به اصطلاح بهش میگفتن حرف اله اون حذف میشه. خب پس اینجا باید آخر فعل رو ساکن میکرد اینجا ساکن باید میشد، نشده. اینجا هم باید میشد یستتی این حالت باید میشد، یعنی اون یایی که در اینجا اومده حذف میشه. حالا در قدیم موضوع چی بود؟ موضوع این بود که فعلای معتل وقتی مجزوم میشدن حرف علت شد، یعنی واو یا الف یا یه حذف میشد. که حالا شما بحثشو ندارید ولی در اینجا این اتفاق باید میافتاد. پس گزینه 4 رو انتخابش میکنیم.
این من از ادات شرط، یسأل فعل شرط است و یحصل هم جواب شرط. فعل شرط جواب شرط این رعایت کرده است. و مورد بعدی تعیین کننده که نیست درش، فعلی که توصیف کند اسم نکره رو. خب اول اسمای نکرمون رو مشخص کنیم. در اینجا اخلاق، اینجا صدیقاً، شیء و خیر، و اینجا هم قیمت، کتبون قیمتون، قیمتون. خب فعل فعلی که بعدش اومد. خب حالا نگاه کنیم بچه ها، فعلاش رو مشخص کنیم. اینجا اینه، اینجا اینه، اینجا اینه، اینم اینه، اینم اینه. اگر براس جمله‌ای که بعد از اسم نکره بیاد و به عنوان جمله وصفیه در نظر بگیریم، باید مرتبط با اون اسم نکره هم باشه، یعنی بخواد اون رو توصیف بکنه. خب راه نکن دوستت رو به اخلاقی که اون اخلاق رو زشت میپندارن اون رو جمعی مردم. خب این مرتبطه، این مرتبط هست، به اخلاق برمیگرد. در بعدی دقت حتما داشته باشید بچه ها که این من از ادات شرط، ادات شرط، این میشه فعل شرط، اینم میشه جواب شرط. خب جواب شرطی که بعد از اسم نکره میاد اون نمیتونه جمله وصفیه باشه. جواب شرطی از این بعد، هر موقع جواب شرطی دیدید که بعد از اسم نکره اومده، اون جمله وصفیه نیستش. اما در اینجا یحبو برمیگرده به شی، شیعی یا چیزی که دوست میدارد آن را، چیزی که دوست میدارد آن را. خب پس در اینجا ما باز اولی مرتبط نبود، ولی دومی فعلمون به شی مرتبط بود، اون رو داشت توصیف میکرد. اینم پس به این شکل حذف میشود. خب در اینجا میگه مسافری که مسافرت میکنه به روستایی که، به روستایی که مشاهده میشود در آن مناظر زیبا، روستایی که بله این هم مرتبط، مسافری که مسافرت میکند به روستایی که مشاهده میشود در آن، اینم مرتبط، اون روستا مشاهده، اینم ارتباط داره و مشکلی نیست. و مورد بعدی، کتب قیمتون، تو ساید و کتاب های با ارزشی که کمک میکنه، اینم مرتبطه با این موضوع. پس ما موردی که مرتبط نبود، بله پس اینم، این یکی سه هستش، این سه رو در نظر میگیریم که ارتباطی ندارد. این غریه، غریه و یشاهدو ربطی به این نداره. داشتم به همین موضوع فکر میکردم، چون غریه مؤنثه و یشاهدو مذکر هستش، این بی ارتباط هست. پس با ارتباط شد قسمت در گزینه دو، قسمت یحصلو ارتباط به صدیقت نداره اما یحبو دارد. در گزینه سه یشاهدو ربطی به غریه ندارد. پس گزینه سه رو انتخابش میکنیم، گزینه سه. و اما موارد چی شد؟ پس اینکه مرتبط بود، یعنی این قسمت رو بگیریم جمله وصفیه، جمله وصفیه، این قسمتش مرتبط نبود اما اینش مرتبط بود، جمله وصفیه. اینجا غیر مرتبط هستش، غیر وصفیه، همین انتخاب میکنه. اینم که مرتبط بود، وصفیه، جمله وصفیه. خب فقط اینجا من یک نکته رو بنویسم، جواب شرطی که بعد از اسم نکره می آید جمله وصفیه نیست،
جمله وصفیه نخواهد بود. اینم به عنوان یک نکته توضیحی. خب بریم برای شماره 20 تعیین کنیم چرا که درش حرف لام دلالت بر طلب میکند. خب وقتی که میگه دلالت بر طلب میکند، لامی که دلالت بر طلب میکند یعنی لام امر رو میخواد، لام جازمه رو میخواد که ابتدای جمله میاد، ابتدای جمله. خب در اولی بچه ها دقت کنید، گاهی وقتا لام، حالا اینجا که اتفاق نیفتاده، گاهی وقتا لام بر سر فعل مضارع در هر چهار گزینه ابتدای عبارت اومده. حتما اون عبارت رو نگاه کنید، شاید از دو جمله مستقل تشکیل شده باشه. اگر دو جمله مستقل داشت، جمله دومی رو بیارید جای اولی و اولی رو ببرید جای دومی، لام ناسبه پدیدار میشه. خب در اولی لنک تو برسا الا جمیله لاستقاء القدما قرانا کتبا کثیره. خب اگر نگاه کنید بچه ها، اینجا ما یک جمله مستقل داریم، بعد باز یه جمله دیگه قبلش داریم، اینم یه جمله دیگه یه که قبلش اومده. این دوتا جاشون رو با هم عوض میکنن، میشه خواندیم ما کتابای بسیاری تا بنویسیم نامه های زیبایی رو برای دوستان قدیمی. خب پس این لام شد لام ناسبه. این هیچ. بعدی خب اگر نگاه کنیم این حتی اومده، پس این حتی ارتباط دهنده است، یعنی داره جمله قبل رو تکمیلش میکنه. اینجا لامی که آمده است لام جازمه است، ابتدای جمله اومده و به هم پیوسته است، یعنی ارتباط داره با هم. این لام میشه لام جازمه، لام امر. اگه به معناش هم دقت کنید میگه باید بسیار تلاش کنیم در زمینه های فرهنگی تا برسه به اصطلاح اون استان ما، جامعه ما، با آنچه که میخواهیم. خب آنچه که میخواهم. خب این لام جازمه شد و همین رو انتخابش میکنیم. بعدی واجب است بر انسان احترام مادر تا، اینم پس لام شد لام ناسبه از واژه تا استفاده میکنیم. اینجا واجب است که تلاش کنیم، همت کنیم برای آثار قدیمی در سرزمینمون، در شهرمون، تا، اینم لام ناسبه است، تا جذب کنیم. لام ناسبه از واژه تا استفاده میکنیم تا جذب کنیم گردشگران اینو در از دول جهان. خب پس گزینه دو ما لامی که اومد لام جازمه هستش و سایر موارد لام ناسبه بودن. اینم از این و تمام. بسیار خوب. پس موضوعی که در شماره 20 بود حتما باز دقت داشته باشید، چون تستشو در کنکور داشتیم. گاهی وقتا شما در هر چهار گزینه میبینید لام ابتدای عبارت اومده، سر اون عبارت رو نگاه کنید، شاید از دو جمله تشکیل شده باشه، دو جمله مستقل، یعنی نه یا جمله دوم تکمیل کننده جمله اول باشه، خودش مستقله. اگر مستقل بود جاشون با هم عوض میشه، اون لام میره وسط و میشه لام ناسبه. اما اگر در ابتدای جمله اومد و بعدم حتما قسمت دوم باید پیوسته قسمت اول باشد، تکمیل کننده قسمت اول باشه، اون لام میشه لام جازمه که در گزینه دو این اتفاق رخ داد. و بعد جمله وصفیه رو گفته بود و که فعل رو توصیف نمی کند، حتما فعلی که بعد از اسم نکره میاد که به عنوان جمله وصفیه میخواید در نظر بگیرید باید مرتبط با اون کلمه هم باشد. این هم خب اتفاق نیفتاد در یکی از گزینه‌ها. من شرطی هم باید من اثرگذار باشه، ابتدای جمله بیاد. و اینجا هم می‌نویسیم پس ادات شرط ابتدای جمله می‌آیند و اثرگذار هستند. اثرگذار هم باید باشن، رو فعل باید اونو مجزومش کنه اگه نون داشت نورخاری کنه و سایر موارد. اینم از تستای امروز که مطالبش بررسی شد. خب ممنون از همراهی شما.
خدا نگهدار تا نوبتی دیگر. خدا نگهدار شد.